سلام جناب فرزین و سلام به بینندگان محترمتون. با تشکر زیاد من سعی میکنم خیلی مختصر حضورتون صحبت کنم. من نفترن هستم، میرزامایدی زمینفی مستر. فقط خواستم خیلی خلاصه مجددا عرض کنم که اونایی که براشون امکان نیست که کمک بکنن شخصا به کسی یا به یه بچه که پدر نداره، میتونن پتو تهیه کنن و یا لباس های اضافه شون رو به جای پول به جای غذا اونا رو بدن. و همونطور که براتون گفتم، اونه که مهمانی های خیلی یا تولد و غیره انیورسری دارن، میتونن به جای چند تا غذا مثلا دو تا غذا بدن، ولی یک بارش رو به این مردم برسونن. آقای سوزی، الان در دوران و مقطع زمانی هست این که دیگه شیعه و سنی و چلینی و مسلمان و مسیحی دیگه از این خط رو گذشته و یک خدا داریم و یک خالق، چه برای انسان ها، چه حیوانات و چه غیره، و یک نابرستی شرطه. اونایی که البته در این راه هند، اونایی انسان های دیگه شریفی که اعتقادات دیگری دارن ولی خدمت به خلق می کنن، عبادت به جز خدمت خلق نیست. من شخصا کوچکترین در رابطه با فعالیت هایی که می کنم، کوچکترین گرایش سیاسی و مذهبی و اجتماعی ندارم و برای سفر به ایران یا جای دیگه کوچکترین مسائل مذهبی یا سیاسی رو و با هیچ آدمی که در این رابطه هستش، نه از میخوام طرف آرگیومنت رو دعوان میشم، نه میخوام که به صلاح فعالیت هم چه در امریکا چه در ایران قصده شده هر دلیلی که اگر به هر گروهی ممکنه بر بخوره. مجددن خواهش میکنم از مسافرین مشهد یا کربلا یا در ترکیه یا در استانبول و پاریس و نمیدونم دبی، که اگه میشه سفرهای یه هفته ایتون رو پنج شب کنین و پول دوتا شب هتل و یا دوتا رستوران و خیلی بود رو میخوام و رو میخوام پول یه گلاس آف واین که انگلیسی شرابتون رو یه آدم محروم به هر جای دنیا میخواییم بدین. در آمریکا فقط خیلی زیاده، ایران، مکزیک، السالوادور، همه جا این مسائل همه رو گرفته. تبریکات مذهبی ماه مبارک یا تبریکات ربیع الاول و دوم و غیره یا ایام فاطمی و عاشورا، اینا همه به درگاه خدا قبوله و ما با اون عزیزانی که برای ظهور امام زمان مرتب در حال دعا هستن و یا امریکایی که برای رزرکشن از واقعه ایساب مریم دارم دعا میکنن، روشان عرض کنم که واجده های مردم تو کارتونا در زمین ها خوابیدن، چه در لاس انجلس چه در اصلاف حرم مطهر. در نتیجه هدفمون یکی کنیم و در رابطه با کوچکترین مسئله بگم که قیمت دلار داره میره بالا. همین امروز یک کیلو گوشت رو باید شب و 8000 تومن پول بدن، یک دونه نون سنگک 1500 تومن در تهران. عزیزانی که در امریکا براتون امکان داره با یه دلار 10 تا نون سنگک میتونین بخرین، یک ستارباکس کمتر بدین، یه دونه کریسمس گیفت کمتر بدین در ایام کریسمس. من در رابطه با اینکه از من سوال شده بود به جایی که پول هواپیما بدم دارم ایران، این پول رو به مردم ایران تهیه کنم، لازمه بگم که من با شرکت‌های هواپیمایی میرم که هر سه سفری که شما برین سفر چهارم مجانیه. در زمانی میرم و تنظیم میکنم که هزینه هواپیما کمترینه در کل ایام و حاضرم 600 یا 700 دلار پول هواپیما بدم تا اینکه هزاران دلاری که به خیریه ها میدادم سر مردم و سر خودم رو کلا بذارم. و نتیجه مستقیم تو دست آدم های مهربون و
بسیار شرافتمند ایرانی میدم که من یک کیسه برنج رو خواستم به یک کارتون خواب بدم، به چندین و چند کارتون خواب. اونقدر با شرفم که به من یکی خیلی هاشون گفتن حاج خانم این کجا بپذیم. اوزا اینه در نتیجه استقام میکنم تا قبل از سرمایه بروتالی که در مشهد یا تهران یا اصفهان خواهد بود با دستای خودتون به طرف این مردم برین و زیر کلا آدم رو پیدا کنین یا تو تاریکی. من شخصا جایی نمی کنم یکی ممتاز باشه یا هرچی، هر که گروست هست باید بسیر بشه آدم در امریکا یا در ایران. خیلی ممنون آقای سوزی، مزاهمتون شدم شنویشه و ممنونم بیننده های محترمتون. زمان تحریم آمریکا شامل غذا نمیشه، شامل فود نمیشه. اونه که امریکا نگرانن که تحریمات اقتصادی ما نمیتونیم کمک کنیم، نه شما میتونیم با دست خودتون غذا و پول رو ببریم و کلیم کنیم توی امیگریشن و چیزای دم مریضی که شانسه قضا میبریم و رسید و برگردونیم که از این نظر به شما و به امریکا کلیرلی مشخص بشه که برای چی پولتون رو خرج کردیم. من ممنونم از شما. دوستان عزیز، من هر وقت که به خانم زنوسی صحبت کردم متوجه شدم که ایشون متأثر میشه و این عکسایی هم که برای من فرستادن الان یکیشو دارم به شما نشون میدم. خودتون نگاه کنید که نوشتش مهمه، چون اصلا مهم نیست. بعضیا میگن این بچه‌ها شکل ویتنامی ها هستن. اولا صحبتایی که خانم زنوسی میکنه کار به نژاد، ملیت، شهر، مذهب نداره. همه انسان ها، ایشون حتی فراتر رفته میگه حیوان ها رو هم کمک کنید. از حادثه ترسند همه کاخ نشینان، ما خانه به دوشان غم سیلاب نداریم. در صورت بیان شما غمخوار اونایی باشید که نمیتونن در زمستون یه خوراک گرم برای خودشون تهیه کنن. فعلا این امکان هست، خانم زنوسی و همسرشون این کار رو انجام میدن. از شما $1,000 و $100,000 و $10,000 نخواستن، $10. و اگر بتونید این کار رو ماهیانه انجام بدید دیگه بهتر، که ایشون هم بدون بودجه چقدره و چجوری میتونه به اصطلاح این کمک رو به دست اونا برسونه. من به نوبه خودم از شما ممنونم، متشکرم، بهترین حال براتون آرزو میکنم. هر وقت که در سفر هستید دعای خیر ما بدرقه و نگهدار شما باشه. یک دنیا تشکر جناب سوزی. یک کلمه این دیگه تون بچه ها رو میگن مال ویتنام و اینا هستن، خدمت رو عرض کنم که انسان ها انسان هم همچه که شما خیلی زیبا گفتین، ولی عزیزان افغانی که در به در شدن و مملکت خودشون رو گذاشتن و آمدن ایران، بعضی ها خوب شکلاشون به اصطلاح ممکنه دقیقا شکل ایرانی ها نباشن، ولی اینا مال افغانستان و بسیار آدم های شریفی هست. من میشنوم که بعضی از ایرانی ها فکر میکنن کالچر و فرهنگ و کلاس و فرق داره، ولی باور کنیم بر درگاه خدا کلاس و رنگ و مذهب و سنی و شیعه و مسیحی همه یکی هست. ممنون آقای سوزی. ممنونم از شما. مرسی.